چطوری؟ دفعه قبل کدوم داستان رو شنیدیم؟ بله، دختر ملاقات خوبی با راننده اتوبوس داشت. من به یاد دارم که اون یک قلب مهربون داشت. من متعجبم که این بار با چه شخص شگفت‌انگیزی ملاقات خواهیم کرد. بیایید همین حالا به داستان گوش کنیم. واو، این یه کشتیه. بله، ما به اون جزیره که اون طرف میبینی میریم. آیا بریم با کاپیتان صحبت کنیم؟ بله بریم. سلام کاپیتان. واو، تا به حال کسی رو ندیده بودم که رانندگی کشتی رو بکنه. بله، سلام. آیا شگفت انگیزه؟ بله خیلی. اگر بتونم کشتی رانی کنم میتونم یه کاپیتان خوب باشم آقا؟ نه خیر، شما نمیتونی فقط با اینکه یک راننده خوب باشی یک کاپیتان خوب باشی، چون اگر اشتباه من باعث تصادف بشه مشکل بزرگی خواهد بود. مهم نیست که چه رخ میده، زندگی مسافران باید در اولویت قرار بگیره. فهمیدم. اگر کشتی غرق بشه؟ اوه، این خیلی وحشتناکه. بله وحشتناکه. بنابراین مهم اینه که همیشه کشتی رو با دقت بررسی کنید. بیایید کاپیتان و دختر رو رسم کنیم. من با کشیدن کلاه شروع می کنم.
من کشتی رو نمی کشم. اما من اول ساحل و زمین رو می کشم. ما می تونیم سنگ ها رو هم رسم کنیم. حالا شما میتونید هر گونه که خواستین رنگ‌آمیزی کنید. معلمان لطفاً به کودکان کمک کنید که آزادانه رنگ‌آمیزی کنند. دستاشو طوری درست کنیم مثل اینکه دستکش پوشیده. Yeah.
قسمت رو تیره رنگ میکنم، زیرا سایه‌ای بین سنگ ها وجود داره. مجبور نیستید دقیق این کار رو انجام بدید. همه انجام دادن. قادر هستید برای مدت طولانی تعقیب کنید؟ این نشون میده ما نمیتونیم یک کاپیتان باشیم اگر فقط یک راننده خوب باشیم. ما مجبوریم زندگی مسافران رو از همه چیز مهمتر بدونیم. اگر یک کشتی رو رانندگی کنید چه احساسی میکنید؟ کاپیتان کشتی و امواج اقیانوس رو طوری بیان کنید مثل اینکه کشتی رو میرونید و در اقیانوس شنا میکنید. خیلی زیبا میشد. لطفاً منتظر صنف بعدی ما باشید. خداحافظ همه.